آخر ما به کشمیره و میریم حال طرف میدون و اینکه راستش از یک طرف خوشحالم که میریم پس به خونه خوب و از دیگه طرف ناراحتم که ای آب هوای زیبا و ای جای زیبا مجبوریم ترک کنیم، ولی برصورت دیگه باید بالاخره آدم به خونه خوب بره و هر سفر یک پایان داره دیگه. سفر ما تا همینجی بود و انشالله به امید خدا میریم طرف دیلیگی که با ما همراه باشین. خواستم که روز رفتنم هم یک بلاگ بگیرم و اگر ویدیو خوش کردین حتما لایک کنین، خودتون شریک بسازین، اگر کانال هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و تا اینکه من ویدیو خوبتر و بهتر تقدیم شما عزیزا کنم. با ما همراه باشین تا آخرین. ازل جان خوبی؟ خوشحالی که میری به دیلی؟ نه چرا؟ یا آه چی پلن داری مامی؟ سلیتون سیدون ای جانم از دیلی پلن نهونه اسلام از دیلی پلن نهونه استمانده اصلی پلن تو چیه؟ مترسکیل خو یاد کرده دخترمه خلاصه به شما ایر بگم که به آخرین بار از این فضای خوب، از این آب و هوای خوب و از این سرسبزی و زیبایی لذت می بردیم و تا میدان خود هلسا و ازل قسکه نرفتیم. گرچه به بین راه یک توقف داشتیم به خاطر از اینکه یکی از دوستان نسیم جان عملیات شده بود شوی و به نسیم جان گفتم من باید یک دفعه دیدن از او بروم. یک نیم ساعت صبر کردیم تا نسیم جان برفتن به شفاخونه و به دیدن مو دوست خود رفتن و پس آمدن. ما باید 12 بجه به میدان می بودیم، ما 12:30 به میدان هوایی رسیدیم. دیگه اینجا هم رسیدیم به میدان که خیلی خیلی شباهت به میدان هوایی کابل داره. خیلی یعنی دلم هوای کابل کرد یادش بخیر. دیگه رفتیم داخل میدان شدیم و عجله عجله خود خود رسوندیم به جا چک و بکسا اینا چک شد و اینا. ازل بنی تو کجا؟ بنی تو یاد تو نره خواه؟ امروز بایی چی خوب بنی خواه خوب شد که مامانی از این خیلی کرده مثل او دیگه بنی گم کرده این خیلی نازمه تو ما کمی ناوقت رسیدیم به میدان و دیگه ای که پرواز از پیش ما نره باز یک جنجال دیگه رفت آمد کردم. مشکله دیگه میتونه تستیز بریم که برسیم بخیر و پرواز. و دیگه یکی همی که داخل میدان شدیم گفتیم خدا خیر کنه هم ناوقت آمدیم و همی که قدر نفر بود بخاطر از اینکه بیشتر کسا از تمام قسمت ها این دوستان به کشمیر آمدن چون کشمیر آب و هوای خیلی خوبه دش به این فصل. و دیگه که دیگه دفعه که ما می اومدیم اینقدر بیروبار نبود، عادی بود دیگه. این دفعه خیلی تکت هم قیمت بود، هتل هم قیمت بود. مثلا جاهایی که می رفتیم او دفعه دیگه اگه ما به 2500 اتاق گرفته بودیم، بهترین اتاق گرفته بودیم، این دفعه به 4-5000 پیدا نمی شد او اتاقا. خلاصه ای که دیگه به عجله خود خود رسوندیم به قسمت کانتر که امینو تکیتا خو اینا رو ستا اینا رو تعیین کنیم.
امروز میدون هوایی یک رقم بیروبار هست. یزد ما وقتم شده بود از ما تا چک کردیم و بکسان این رو تعمیم دادیم ناوقت شد. بعد از اون به السا و ازل لازمی ساندویچ گرفته بودیم دیگه، طفلک ها گشنه شده بودن و هم به السا و ازل جایی که ساندویچ گرفته بودن اینجا چیر خوش کرده بودن، امی لالی پاپ خوش کرده بودن، مرا آوردن که بیاتم با ما از امی لالی پاپ بگی. اینجا آمادم برین از این لالی پاپ یا مون شیرینی گرفتم، یک دانه داشت، هر دو تا یک رقم میخواستن، باز یک دانه ای داشت، گفتم خیر حالا یک دانه ای داره بیا یک دیگر از اون طرف دیگه میگیریم دیگه. خلاصه خود طفل آدم به سفر بره خیلی دیگه هم خسته میشه هم جنجال داره، خداوند اینا رو حفظ کنه دیگه. ولی جنجال ها خورداره دیگه، آدم مثلا مخصوصا به سن و سال اطفال دیگه خیلی چی میگن بدو بدو دارن دیگه، این طرف بدو ایر خوش دارم بخر اور بخر، همیشه همین رقم هسته دیگه. خلاصه یکی به السا از اینجا گرفتم، به ازل از این لالی پاپ گرفتم، یکی دیگه از اون طرف دیگه گرفتم برای ازل، تا ای که بالاخره خوشحال شدن دیگه. یا ما صنایع دستی کشمیره بیا بد کجا میری مامی؟ دلی میری؟ جان بشین دیگه، من جان بشین. بس اولم بونچه سوندن بر پایین نسون. ازل؟ ازل بشین. چی میبینی؟ بالاخره دیگه به تیاره شیشتیم، گرچه تقریبا فکر میکنم نیم ساعت یا 20 دقیقه تاخیر داشت، ولی بالاخره شیشتیم. ای آب و هوای کشمیر رو میبینیم که چقدر صاف و پاک. ساعت تقریبا 3:20 دقیقه بود که پرواز کرد، 1.5 ساعت راه بود تا دهلی. شوخ شدی؟ چی کردی؟ چی نکردی؟ بسته من میگی شوخ شوخی دیگه هر دقیقه جا خو میخزی میشینی؟ میخزی میشینی؟ اون خود جا منه دل منه خدا من میگه با مامی پاپی؟ آه اشته من و دیگه ای که یک مثلا چیز جالبه که به هندوستان ما متوجه شدیم اینه که وقتی تکت داخلی میگیریم
نصف سیتر یک جامده یک هر نفر اصلا برای از اینا از اهمیت نداره این مادر و طفل پلو هم بشینم. از اول به سیت اول داده بود، مر به سیت بیستم داده بود، السا و نسیم جانم پلو هم داده بود. خلاصه یک جنجالی بود تا یک رفتم یک نفر راضی کردم که تو برو به جامه بشین، به خاطر از اینکه از اول باز از من که دور بیازونه میشیشت دیگه، باز اون نفر قبول کرد و رفت اونجا شیشت. خلاصه امی هر دفعه به می جنجال ما بر میخوریم. نسیم جان و السا به پشت سر امون رقم که میبینیم به آخر شیشتن تقریبا وسط ها دیگه نزدیک دروازه ایمرجنسی، ما و از علی طرف شیشته بودیم دیگه. خلاصه همی جنجال همیشه گیه دیگه به هندوستان. بالاخره رسیدیم دهلی که امی که از دروازه تیاره پایین شدیم تفت بود که به رو ما باد میزن یک رقم گرمی که یعنی واقعا دیگه این گرمی خداوند یعنی نشون نده و کسی که این رقم گرمی تقریبا مثل دوبهی بری وقتی که آدم به میدان هوای دوبهی میره امینا رو که میرسی دروازه ما میشه دیگه انمون رقم گرمی اینجا بود و باران هم شب یا باران باریده بود ولی اینجا باران ها وقت باران هم چندان هوا سرد نمیشه دیگه، این باران هم که بباره هوا گرم و تفته. السا و ازل هم از بس خسته شده بودن زد کردن که از این تری یک دونه بگی که ما بشینیم، یک دونه به بکسا گرفته بودیم یک دونه به السا و ازل گرفتیم دیگه. ای که ما به ترمینال اول بودیم یا دوم فکر کنم ترمینال دوم بود و ای هم از ترمینال میدان دیلی، کسایی که خاطره دارین خاطرات شما رو تازه کنم دیگه. ما خودم خیلی خاطره دارم از میدان دیلی، یعنی به معزی که به دیلی پایین شدیم به حد گرمی، به حد گرمی که به شما بگم مثل از اینکه نزدیک تنور شیمن بود هم گرمیه، ولی شکر که به خیر و خیرات رسیدیم دیگه. ای که خدا رو شکر هر چی که باش آدم هر چی که سفر بره بازم خونی آدم، خونی آدم دیگه، هیچ جا خونی آدم شده نمیتونه. این دختران خسته شدن از زن انسا دیگه، و خیلی بریم طرف خونه انشالله. در کل این دفعه به داخل تیاره یک رقم گدودی شده بود، وقتی که تکتار بوک می کرده بودیم هر نفر ما مثلا جدا جدا تکت داده بود، خودی هم نداده بود مثل افغانستان که مثلا یک فامیل خودی هم پلو هم پلو هم میشینه و رقم نبود، هر کدام ما یک سیت داده بود. و من اون دفعه دیگه هم که به ویدیو خود گفته بودم که مثل معلوم نبود سیت ها، ما یک چند نفر آمدم کامنت نوشته کده بودم که سیت خود شما تعیین میکنیم، اینجا این رقم نیه، مثلا تکت یک دفعه فروخته میشه باز سیت دو دفعه ای میفروشن و سیت تغییر و تبدیل میکنن، خلاصه یک گدودی هست دیگه. ولی شکر که به خیر رسیدیم و تشکر از شما که تا این لحظه بیننده ویدیو ما بودین، انشالله از ویدیو خوش شما آماده باشه و فراموش نکنید که حتما ویدیو لایک کنید، خود دوستان شیر بسازید و همچنان کانال ما سابسکرایب کنین و از الگ از بس خسته شده بود، تفلک به بغل نسیم جانور خواه برده بود دیگه. رسیدیم به منطقه خود ما و آمدیم به خونه دیگه. بالاخره دیگه رسیدیم به خونه گرده، یعنی هر چی که باشه خونی آدم، خونی آدم، هیچ جا خونی آدم نمیرسه. آشپزخونه دیگه همه گیزینا همه دستمال پوشانده بودم که چی نشه.
خاک نزنه، طوفان چیزی نشه. همینگیر پوش کده بودم دیگه، ولی بازم یک ششتن میکنم اینا رو، یک پاکاری دیگه کار داره هرچی که باشه. هم دیگه بدون از اینکه لباسا خود تبدیل کنم دست به کار شدم، شروع کردم به پاکاری آشپزخانه و همین جایی که خاک زده بود همش صافی کردم و پاک کردم، به خاطر از اینکه گفتم طفلا میان او چیزو میخورن از آشپزخانه میگیرن، همین خاکا و گرد خاک که شیشته بودم اینو پاک شه. سودایی هم که نداشتیم مثل پیاز و کچالو و بانجان رومی و روب، همین چیزا رو از آنلاین آردر دادم به ما آورد و به یخچال و فریزر گوشت مرغ هم داشتیم. کمی قرمه گوشت مرغ پخته کردم، جاش ما سبز، جاش ما خالی، و کمی هم برنج سفید پخته کردم، به خاطر ازی که از صبح که ما آمدیم هیچ چیز صحیح نخورده بودیم درست، و به میدون هم فقط همون نفر یک دونه ساندویچ خوردیم که هم طفلکا السا و ازل و قدر سیر نشده بودن و چندین روز بود که اینا خار زار شده بودن، نون خونه درست نخورده بودن. و غذای بیرون هم دیگه به این مدت قدر از رستوران غذا خوردیم که بیخی اصلا دیگه دل ما نمیشد که از بیرون غذا بگیریم. از این مخاطر دیگه دست به کار شدم که خودم یک غذا خونگی پخته کنم و همه دوره هم بشینیم و نوش جان کنیم. بعد از اون نسیم جانم خودم کمک کردن، یعنی خونه رو یک جارو کردم، خاطر که خاک شیشته بود گفتم میشینیم میخزیم نون میخوریم اینا خاک پر نباشه. دیگه دم دادم و السا و ازل امام کردم، سرجنای اینا رو ششتم، لباس های اینا رو تبدیل کردم. و بعد از او امی بطلا اوی که بود اینا رو هم او کردم به داخل یخچال موندم، چون اینجی دیگه مجبوریم امی او یخ نباشه تا گزاره نمیشه. بوتلا هم خالی بود پیش از اینکه بریم اینا از یخچال کشیده بودم که گفتم باز او زیاد وقت بمونه بین یخچال، دیگه بوتلا اینا رو کدوم و بین یخچال موندون. و دیگه ای که اموشو از بس هم میگه ما خسته بودیم بعد از اینکه نون خوردیم وقت خو شدیم. خلاصه ای که من دیگه کارا خو اینا رو که خلاص کردم، ظرفا خو شوشتم، خلاص شد، لباسا خو تبدیل کردم، حمام کردم. خسته و مونده ایم از پایان سفر کشمیر ما بود که خلاص شد، بالاخره به خونه آمدیم. تشکری میکنم از شما که تا این لحظه بیننده بودین. لطفا اگر ویدیو خوش شما آمد حتما لایک کنین که به دوستای زیادتر نشون داده بشه، و همچنان کامنت ها نظرات خود به کامنت به من نوشته کنین، خیلی خوشحال میشم تا حدی که بتونم به شما جواب میدم و کامنت ها شما رو میخونم. و دیگه ای که اگر ویدیو رو دوست داشتین خود دوستا هم به اشتراک بگذارین که اونا هم ببینم لایک کنن. سلامت باشین که تا این لحظه بیننده بودین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ، وقت شما خوش.